به نام ایزد منان، با سلام بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی و همکارانم از استدیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. روز جهانی غذا، سازمان ملل میگوید از هر 3 شهروند افغانستان یک نفر با ناامنی غذایی مواجه است. روز جهانی ریشه‌کنی فقر، تناقضی غم‌انگیز در ایران. درگیری‌ها در جهان روزانه 21,000 قربانی می‌گیرد. نخستین گروه پناهجویان در قالب توافق ایتالیا و آلبانی به بندر شنجین رسیدند. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرده که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر به دلیل شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با ناامنی غذایی مواجه است. این سازمان تأکید کرده است که حق دسترسی به غذا یک حق اساسی است. به گفته هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، امسال حدود 24 میلیون نفر از جمله 9 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت همراه ما هستند. سلام، شبتون بخیر. آقای جاوید، با توجه به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان، به نظر شما چه اقداماتی باید توسط جامعه جهانی و کشورهای اسلامی انجام شود تا از افزایش بحران جلوگیری شود؟ با سلام خدمت شما و همچنین خدمت تمام بینندگان شما از طریق این تلویزیون. خب من فکر می‌کنم بحران اقتصادی در افغانستان همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده و این مشکلات مشکلی جدید نیست. خوشبختانه در دوران جمهوریت یک مقدار مشکلات مردم حل بود و یک مقدار کار چیزایی برای مردم پیدا می‌شد. با آمدن نظام اماراتی در افغانستان تمام کاربار و سکتور خصوصی همه بسته شده و تقریبا هیچ از نظام اقتصادی در افغانستان فعال نیست. همچنین که شاید در جریان باشین، در افغانستان ما مشکلات اقلیمی داریم که باعث بی‌جا شدگی و همچنین بحران اقتصادی شده و خودی عدم فعال بودن سکتورهای خصوصی و هم باعث مشکلات اقتصادی شده و کلانترین مشکل نبودی یک نظام که پاسخگو برای مردم افغانستان، پاسخگو برای اقتصاد و همچنین تعهدات افغانستان باشه نبوده. و ما اگر بخوایم که این مشکل حل بکنیم، باید روی این 3 موضوع تمرکز شد. من فکرم چیزی که اول باید بهش توجه بکنم موضوع ایجاد یک حکومت همگیر همشمول است که تمام گروه های اجتماعی و مذهبی در حکومت شریک باشد تا بیترن مثلا در افغانستان یک نظامی درست به وجود بیاره. موضوع دوم که بزرگترین موضوع و مهمترین موضوع است، بحران اقتصادی کشور است که با رفتن جمهوریت تقریبا همه سیستما غیر فعال شده و فعلا مردم افغانستان در شرایط بعد بحران اقتصادی قرار داره. ما پیشنهاد مایی است و لازم میبینیم که تمام سازمان های بین المللی که در خصوص حمایت های بشری برای مردم افغانستان کمک میکنن، خصوصا در قسمت مبارزه با رفع امنیت غذایی، حمایت از مردم و معیشت و برنامه های بدیل به خاطر توسعه اقتصادی باید فعال باشه. ما به چیزی که شما سوال کردید، از کشورهای اسلامی زیاد توقع نداریم، به خاطر که اینا هرگز اینا برای افغانستان مسائل بشری کمک نکرده، ولی کشورهای غربی اکثرا در افغانستان کمک کرده و سیستم های منظمی به خاطر حمایت از مردم داره. و من پیشنهاد میست که
از طریق سازمان های مللی برنامه های منظم به اساس کانتکست یا به اساس وضعیت مردم وضعیت نظام در افغانستان ایجاد شود تا بتونه برای مردم حمایت بکنه، و همچنین بله برنامه های ایجاد شود تا با مسائلی یا بحرانی که اقلیم با وجود با اونها مبارزه شود. یعنی در مجموع نظر ما ایست که ما از یک طرف باید مثلا زمینه های قدرتمند شدن مردم و اقتصاد را باید فراهم بسازیم، از یک طرف دیگه باید بر از اینا کمک های عاجل بشری فرستاده شود. بله بنابراین پیام یا خواهش ما از جامعه جهانی است که مردم افغانستان را فراموش نکنند و هرچی میتونن به شکل شفاف و درست کمک ها را طوری برای مردم افغانستان برسانند که مستقیم مردم از کمک ها مستفید شوند. بله سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، ممنون از حضورتون در این برنامه. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی در دیدار با گروهی از اصحاب رسانه بر اهمیت نقش رسانه در هدایت جامعه و انتشار حقایق تأکید کردند. ایشان رسانه را زبان جامعه دانستند که وظیفه دارد حقیقت را بیان و مردم را به سمت درستی هدایت کند. آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی از رسانه ها خواستند با آگاهی و تقوا به مسئولیت های خود در نشر ارزش های اهل بیت علیهم السلام و خدمت به عراق عمل کنند و حقیقت را با شجاعت به جامعه منتقل کنند. بیابانزایی در منطقه بحر نجف به عنوان یک بحران زیست محیطی در حال ظهور است که میتواند اکوسیستم، کشاورزی و پروژه های تولیدی را تهدید کند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند تأثیرات مخربی بر منابع آبی و خاکی خواهد داشت. با کاهش بارش ها و افزایش دما، کشاورزان با چالش های جدی در تأمین معیشت خود روبرو هستند. ضرورت دارد که تدابیر فوری برای مقابله با این بحران و حفظ منابع طبیعی اتخاذ شود. محبان اهل بیت علیه السلام در مصر یادبود ورود سر امام حسین علیه السلام را آغاز کردند. این مراسم در مسجد امام حسین علیه السلام در منطقه جمالیه برگزار می شود و تا 29 اکتبر ادامه خواهد داشت. این مناسبت مهم جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است. در این مراسم زائران با برپایی فعالیت‌های دینی و اجتماعی ارادت خود را به امام حسین علیه السلام نشان می‌دهند. گفتنی است که نظرات مختلفی درباره مکان دفن سر امام حسین علیه السلام وجود دارد که در این رویداد به بحث گذاشته می‌شود. دوره ادبیات فارسی معاصر و کلاسیک در دانشگاه شرق شناسی تاشکند آغاز شد. این دوره به همت مکتب عالی ایران شناسی و افغان شناسی برگزار می شود. هدف از برگزاری آن پر کردن جای خالی ادبیات فارسی در دانشگاه است. در مراسم افتتاحیه بر ضرورت این دوره تأکید شد. اولین جلسه با حضور استادان ایرانی و افغانستانی و دانشجویان علاقه‌مند به ادبیات فارسی برگزار شد. این دوره به پیشنهاد و با پذیرش دانشگاه شرق شناسی تاشکند راه اندازی شده است. وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق اعلام کرد که کمیته تخصصی از مسجد کوفه بازدید کرده است تا علل پیدایش قارچ در دیوارهای این بنای تاریخی را بررسی کند. این کمیته به منظور آماده سازی برای مرمت و بازسازی وضعیت دیوارها را بررسی کرده است. مسجد جامع کوفه یکی از قدیمی ترین مساجد جهان اسلام است و اهمیت تاریخی و مذهبی زیادی دارد. حفاظت و نگهداری این بنا در دستور کار وزارت فرهنگ و گردشگری عراق قرار دارد. در پی واژگونی و انفجار یک تانکر نفت در شمال نیجریه دست کم 147 نفر جان باختند و 50 نفر دیگر زخمی شدند.
پلیس نیجریه اعلام کرده که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. این حادثه اواخر سه شنبه رخ داده و آتش سوزی ناشی از انفجار تانکر باعث این تلفات گسترده شده است. مقامات در حال بررسی حادثه و کمک به مجروحان هستند. این انفجار یکی از مرگبارترین حوادث مربوط به تانکرهای نفت در نیجریه به شمار می رود. دولت اندونزی به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها مهلت داده تا 17 اکتبر اقلام خوراکی خود را بر چسب گذاری حلال کنند. این کشور از سال 2014 برچسب گذاری برای رستوران ها و محصولات غذایی را الزامی کرده و این ضرب العجل برای اطمینان از مطابقت با قوانین اسلامی تعیین شده است. محصولات یا رستوران هایی که گواهی حلال ندارند باید اعلام کنند که با قوانین اسلامی مطابقت ندارند، اقدامی که ممکن است بر فروش آنها تأثیر منفی بگذارد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خورشید به اوج فعالیت خود در چرخه 11 ساله رسیده است. در این چرخه خورشید بین فعالیت مغناطیسی کم و زیاد تغییر می‌کند. ناسا اعلام کرد که در اوج فعالیت خورشید از حالت آرام به طوفانی تبدیل می‌شود. این افزایش فعالیت می‌تواند بر ماهواره‌ها، فضانوردان، سیستم‌های ارتباطی و شبکه‌های برق تأثیر بگذارد. همچنین فرصتی برای یادگیری بیشتر درباره خورشید فراهم می‌کند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که نوشیدن روزانه چای می‌تواند به کاهش سرعت پیری و ارتقاء سلامت کلی و طول عمر کمک کند. این تحقیق نشان داده که مصرف منظم چای نه تنها به بهبود خلق و خو منجر می شود، بلکه تأثیرات مثبتی بر تأخیر در پیری بیولوژیکی دارد. طبق این برنامه نوشیدن حدود 3 فنجان چای در روز معادل 6 تا 8 گرم برگ چای به دستیابی به این مزایا مرتبط است. در روز جهانی ریشه‌کنی فقر، آمارها نشان می‌دهد که حدود 30% از جمعیت ایران، یعنی حدود 26 میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که تعداد افراد برخوردار در بالاترین سطح ممکن به 246 هزار نفر رسیده است. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کنی فقر فرصتی است تا نگاهی به وضعیت فقر در ایران بیندازیم. کشوری که با وجود منابع غنی همچنان بخش بزرگی از جمعیتش زیر خط فقر قرار دارد. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال 1400 نرخ فقر در ایران به 30% رسیده است. این یعنی حدود 36 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. آمارها نشان می‌دهند که از سال 1390 تا 1400 11 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. با اینکه ایران از منابع طبیعی و ذخایر عظیمی بهره‌مند است، همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. در سال 1401 خط فقر به درآمدهای زیر 20 میلیون تومان رسید که نشان دهنده وخامت وضعیت معیشتی مردم است. در مقابل این آمار نگران کننده، طبق گزارش ها تعداد میلیونرهای دلاری ایران به 246 هزار نفر میرسد، یعنی 4 برابر ترکیه و 3 برابر مصر. این شکاف طبقاتی گسترده و افزایش تعداد میلیونرها در کنار گسترش فقر تصویری متناقض و تلخ از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدهد. با وجود تلاش های بین المللی برای کاهش فقر، چالش‌های ساختاری و اقتصادی همچنان مانع از دستیابی به این هدف در ایران شده است. این شکاف طبقاتی گسترده تناقض تلخ از وضعیت اقتصادی ایران را به تصویر می‌کشد.
آکسفام که یک سازمان غیر دولتی و بین المللی است و با ارائه کمک های انسانی و مبارزه با فقر و نابرابری های اجتماعی می پردازد، در گزارشی هشدار داد که درگیری های جهانی منجر به مرگ روزانه 21 هزار نفر از افراد در معرض گرسنگی می شود. بر اساس این گزارش، در کشورهایی که تحت تأثیر درگیری قرار دارند، روزانه بین 7 تا 21 هزار نفر به دلیل گرسنگی جان خود را از دست می دهند. آکسفام تأکید کرد که طرفهای متخاصم به طور فعال از غذا به عنوان سلاح استفاده می کنند، با هدف قرار دادن زیرساخهای غذایی، آب و انرژی و مسدود کردن کمک‌های انسانی وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند. ایتالیا 16 مهاجر بنگلادشی و مصری را که در قایق‌های کوچک در آب‌های بین‌المللی رهگیری شدند، به مراکز مهاجران در آلبانی منتقل کرد. این مهاجران که مقصدشان اروپا بود، اولین کسانی هستند که به مراکز تازه تأسیس در آلبانی فرستاده می‌شوند. شایان ذکر است این انتقال بخشی از توافق میان جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا و ادی راما نخست وزیر آلبانی است. لازم به ذکر است هدف از این توافق مدیریت درخواست‌های پناهندگی مهاجرانی اعلام شده که احتمال بازگشتشان به کشورهای مبدأ را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر مخالفان و به خصوص سازمان‌های حقوق بشری پیگیر وضعیت پناهجویان به این طرح اعتراض کرده و گفتند این سیاست با صرف میلیاردها یورو از پول عمومی حقوق اساسی پناهجویان را نقض می‌کند. در پی گزارش‌های مبنی بر تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغانستانی در مرز سراوان و کشته شدن 10 نفر، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان افغانستان شکل گرفته است. در حالی که مقام‌های ایرانی این اتهامات را رد می‌کنند، سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی شفاف این حادثه شدند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. در پی گزارش‌های مبنی بر کشته شدن 10 مهاجر افغانستانی در مرز ایران توسط مرزبانان، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و مقامات افغان به این رویداد صورت گرفته است. این حادثه در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران رخ داد، جایی که گروهی از مهاجران افغانستانی قصد داشتند از طریق پاکستان وارد ایران شوند. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که مرزبانان ایران در کمینی مهاجران را هدف قرار داده و تنها حدود 50 تا 60 نفر از میان 300 نفر از این تیراندازی جان سالم به در بردند. بیشتر این مهاجران از استان بادغیس افغانستان بودند. گزارش‌های منتشر شده از سوی این رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با نگرانی‌های بین‌المللی همراه بوده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به این حادثه ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی دقیق و شفاف این رویداد شده است. از سوی دیگر مقامات ایرانی هر گونه تیراندازی به سوی مهاجران را رد کردند. سفیر ایران در امور افغانستان و فرمانده مرزی سیستان و بلوچستان اعلام کردند که این اتهامات نادرست است و چنین حادثه ای رخ نداده است. این اولین بار نیست که گزارش هایی از کشته شدن مهاجران افغانستانی در مرزهای ایران منتشر می شود. موارد مشابهی نیز در سالهای گذشته گزارش شده که همچنان بر حساسیت‌های روابط میان دو کشور افزوده است. مؤسسه الفرقان در شیکاگو از افزایش چشمگیر تقاضا برای قرآن و گرایش به اسلام خبر داد. طبق گفته مدیر مؤسسه، از اکتبر 2023 درخواست‌ها برای توزیع قرآن 10 برابر شده است. در نوامبر 2022 حدود 300 تا 400 قرآن درخواست می شد، اما در نوامبر 2023 تعداد درخواست ها به 600 رسید و سپس به 10,000 نسخه افزایش یافت. این روند با افزایش تمایل مردم آمریکا به شناخت اسلام پس از وقایع اخیر خاورمیانه مرتبط است.
سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در ایران است و سن مبتلایان در این کشور حدود 10 سال کمتر از متوسط جهانی است. شیوع سکته مغزی در ایران 1.5 برابر میانگین جهانی است. درمان سکته در زمان طلایی که تا 6 ساعت پس از وقوع آن است میتواند جان بیماران را نجات دهد و از ناتوانی جلوگیری کند. تأکید شده که هرچه زودتر افراد به درمان دسترسی پیدا کنند شانس بهبود بیشتر دارند. مراسم روز باز مسجد در مسجد الخیر یانگزوتان در ایالت اوهایای آمریکا با حضور ده ها غیر مسلمان برگزار شد. جمعیت اسلامی یانگزوتان اوهایا در ایالات متحده آمریکا با هدف اشاعه فرهنگ اسلامی، اصلاح باورهای غلط درباره اسلام و ارتباط نزدیک با غیر مسلمانان، میزبان روز باز مساجد در مسجد الخیر در این شهر بود. گفتنی است روز باز مسجد تحت نظارت انجمن همسایگان مسلمان خود را ملاقات کنید با هدف آشنایی مردم با اسلام و ترویج ارتباط با غیر مسلمانان در مسجد الخیر برگزار شد. در این مراسم ده ها غیر مسلمان و علاقمند به آشنایی بیشتر با اسلام از ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر شرکت کردند. شرکت کنندگان در داخل مسجد الخیر گشت زدند و به سخنرانی هایی درباره تاریخ اسلام گوش دادند. علاوه بر اینکه فرصت پرسش و گفتگو و لذت بردن از غذا و قهوه عربی را تجربه کردند. نگاهی به مهمترین سرخط خبرها. روز جهانی غذا، سازمان ملل میگوید از هر 3 شهروند افغانستان 1 نفر با ناامنی غذایی مواجه است. روز جهانی ریشه‌کنی فقر، تناقضی غم‌انگیز در ایران. درگیری‌ها در جهان روزانه 21 هزار قربانی می‌گیرد. نخستین گروه پناهجویان در قالب توافق ایتالیا و آلبانی به بندر شنجین رسیدند. واکنش‌ها به تیراندازی مرگبار در مرز ایران و کشته شدن مهاجران افغانستانی. افزایش تقاضا برای قرآن و اسلام در شیکاگو تحت تأثیر جنگ‌های خاورمیانه. سکته مغزی دومین عامل مرگ در ایران. و روز باز مسجد این بار در ایالت اوهایا. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. خدای دو جهان نگهدارتان باد. اللهم عجل ولیک الفرج.